فئودال یا اون مالک پیر شده و نمیتونه این کار رو انجام بده، بیشتر این وظایف رو به عهده آخوند گذاشته و اون آخونده در اثر تکرار این کارها بیمار شده، ضعیف شده و قدرتش از بین رفته. حالا این رفته بوده که او رو معالجه بکنه. قرآن رو ما در گذشته هم به این روز انداختیم. این چیز جدیدی نیست که بعضی از افراد میگویند که بعد از انقلاب اینطور شده. بعد از کدام انقلاب؟ ما بارها در این برنامه گفتیم که از زمان شهادت علی ابن ابی طالب، یعنی بعد از اینکه دوران خلفای راشدین به پایان میرسه. ببینید، ما 5 خلیفه راشد داشتیم. اکثرا رسول اکرم رو مقام خلافتشون رو یاد نمی کنند و چقدر زشت این کار. ما درسته که برای پیامبر 4 یار داریم یا 4 صحابه پیامبر داریم، ولی ما راجع به خلفای راشدین که صحبت می کنیم، 3 سال پایان عمر رسول اکرم، ایشان از طرف مردم، نه از طرف خدا، از طرف مردم به مقام ریاست مدیریت سیاسی رسیدند، خلیفه شدند به زبان اون زمان، نه خلیفه خدا، خلیفه مردم. خلیفه یعنی جانشین، نماینده. خلیفه خدا نشدند ایشان. هیچ زمانی پیامبر خلیفه خدا نبوده که بتواند خلافت رو به دیگری وصیت کند. رسول خدا بوده، نبی خدا بوده، بالاتر از همه عبد خدا بوده، هیچ بوده در مقابل خدا، تسلیم محض بوده در مقابل خدا. رسول بوده، نبی بوده، خلیفه خدا نبوده. به مفهوم عام کلمه همه خلیفه خدا هستند، اما اینکه خلافت خاص خدا رو به بنده خدا بدهند، اون کار هم محاربه با خداست. یعنی عامیت خدا رو خاصیت بخشیدن، یه چیزی رو که خدا به همه بنده هاش داده اون رو جمع بکنن، از بنده ها بگیرن به یک نفر بدهن. خود این حق و ناسه که ما در کار خدا چنین متحورانه فضولی و جسارت بکنیم. به هر حال پیامبر در 3 سال پایانی عمر مؤثر و شریفی که داشتند، خلافت مردم رو میپذیرند و به عنوان خلیفه مردم، به عنوان رئیس جمهور، به عنوان رئیس مملکت از طرف مردم استخدام میشن و برگزیده میشن و زن و مرد به ایشان رأی میدن، به شیوه اون زمان بیعت میکنند، توکیل میکنند و برای ایشان مقام شورایی و مقام حاکمیت قائل میشن. بعد از ایشان خلیفه بعدی ابوبکر صدیق و بعد از ایشان عمر فاروق و بعد از ایشان عثمان و بعد از ایشان علی ابن ابی طالب، اینها همه 5 نفر خلفای راشدین هستند. 4 نفر از اینها صحابه پیامبر هستند. خود پیامبر که نمیتوانسته صحابه خودش باشه. از زمانی که خلیفه آخر یعنی علی ابن ابی طالب شهید میشه، روزگار اسلام و سیاست و حکومت در سقوط و سرازیری قرار میگیره. یعنی نه از درایت ابوبکر، نه از قضاوت و عدالت عمر، نه از شکوه عدالت و در واقع قانونمند کردن جامعه که هنوز اعلامیه علی در باره حاکم مصر مد نظر کسانی است که بر اساس دموکراسی اخلاقی میخوان ممالک خودشون رو اداره بکنن، چه مسلمان باشن چه غیر مسلمان. این 4 یا این 5 خلیفه، اینها قبل از اینکه به خلافت برسن، همه اینها معلمین جامعه بودند. یعنی جامعه رفته یک فقیه و یک معلم و یک قاضی و یک قانونگذار رو به عنوان خلیفه انتخاب کرده. طبیعی است که اینها از قانونگذاری با اطلاع بودند، از قضاوت با اطلاع بودند و این افراد وقتی که خلافت مردم رو میپذیرند، البته به مردم قضاوت هم یاد میدن، به مردم عدالت هم یاد میدن و خود اونها هم معلم بودند هم خلیفه. اما از زمان شهادت علی به این طرف که ما زندگی میکنیم، در این طول مدت نزدیک 1420 سال
25 سالی که هست، ما هیچ نماینده مردم رو نداشتیم که تا به حال به حاکمیت رسیده باشه، به خلافت رسیده باشه. از زمان شهادت علی تا امروز که من با شما صحبت میکنم، همه حکومت هایی که به دروغ به نام اسلام اسلام رو ننگین کردن در دنیا، از امویان گرفته تا عباسیان تا سلجوقیان تا همینطور فاطمیان، همین سلسله های متفرقه ای که بوده تا امروز که من با شما صحبت می کنم، هیچ حکومتی متکی به اسلام و قرآن نبوده. و هر حکومتی که می گوید من اسلامی هستم، چون اسلامی حقوق حکومت ندارد که کسی اسلامی باشد یا نباشد. همین این یک اتهام است، همین این یک دروغ است، همین یک نقض عهد است. شما وقتی که برای مردم قبول حاکمیت می کنید، قول می دهید که راستگو باشید، پس وقتی دروغ می گویید فاسق هستید و در زمین فساد می کنید. این باز بیان قرآن است. اگر دفاعی دارید بیایید دفاع بکنید هر کجا که هستید. کسانی که امروز بر ما حکومت می کنند در هر کجای دنیا، که 56 کشور در دنیا مدعی هستند که اینها حکومتشون مر قرآنه و اینا همه نماینده های خدا هستند و از طرف خدا حکومت میکنند، و شما ببینید که خود اینها در درونشون چقدر فساد و چقدر اختلاف هست، و همه اینها میگویند که ما از خدا، از خدای یگانه اطاعت میکنیم و قانون یگانه قرآن رو به کار میبریم، و از این بیشرمی هم خجالت نمیکشند که چطور شما از یک قانون قرآن واحد اطاعت میکنید و این همه تفرقه و تشتت و خیانت و دشمنی و آدم کشی بین شما هست، این همه ضدیت و تباینی که بین عقاید شما وجود داره، چطور میتواند اینا همه ریشه وحدت در قرآن داشته باشد؟ که اونها مطالبی است که بعدها درباره آن به تفصیل سخن خواهیم گفت. سخن این است که اگر خدا مالک باشد، مالکیت خدا در واقع تضمین عدالت روی زمین خواهد بود. یعنی اگر ما قبول کنیم که ما مالک نیستیم، ما رابطه امانی با خدا داریم و خدا مالک است، اون وقت ما ترک مالکیت میکنیم و قبول امانت میکنیم و در قانون امانت تابع امانتگزار میشیم. خدا وقتی که مالک هست، چون خود خدا مصرف کننده نیست، گفته بودن به من قدری ساده تر صحبت بکنم، سعی میکنم. خدا مصرفی برای مالکیت ندارد، نه آب میخورد، نه نان میخورد، نه ازدواج میکند، نه کشاورزی میکند، هیچ کدام این کارها رو خدا نمیکند و احتیاجی هم به مال ندارد. چون احتیاجی به مال ندارد، در رقابت با دیگران بر نمی آید، با کسی لجبازی نمی کند، استثناء قائل نمی شود، رقابت ناحق نمی کند، تکاثر نمی کند، احتکار نمی کند، ظلم نمی کند، تبعیض قائل نمی شود، به ناموس مردم تجاوز نمی کند، مال مردم رو توی گندم هایی رو که کاشته می شه رو آب دریا نمی ریزد، قیمت ها رو با احتکار زیاد نمی کند، بانک تأسیس نمی کند، بیمه تأسیس نمی کند، خدا اگر مالک باشد فاحشه خانه درست نمی کند، تمام این کارهایی رو که مملکتها رو مستعمره نمی کند، آدمها رو نمی فروشد، فئودال نمی شود، و می چمه یک کتاب نوشت در مورد کارهایی که خدا نمی کند و ما می کنیم، و کلید همه این کارها مالکیت است. این است که خدا اگر کلید این کار رو از ما گرفته و میگوید که من مالک هستم، این تمام شد، و یک بار هم نمیشمارد که مالک این هستم، مالک اون هستم، مالک اون هستم، میگوید من کل مالکیت رو دارم، کل السماوات و الارض، هر چه که در زمین و آسمان هاست، هر چه که لباس هستی دارد مال من است، هیچ کدامش مال تو نیست، خود تو هم مال من هستی. حالا از اینجا شروع میکنیم به تربیت تو. من یک قانون امانی دارم که اون چرا که خلق کردم تو رو امانتدار اینها کردم، مالک نکردم، امانتدار کردم و به رسم امانت به تو پیشکش کردم،
هر امانتی با یک قانونی همراه است. من 10 دلار پول پیش شما امانت میگذارم که یک دو نقطه جلوی این که بذاریم ببینیم حالا باید چه بکنیم. اگر میگفتم من این 10 دلار رو به شما میدهم، اون رابطه بین مالک و مملوک بود، خرید و فروش بود، تمام شده بود. میگویم من این 10 دلار رو نزد شما به امانت میگذارم که، مثل اینکه شما تلفن میکنید به ما و میگویید که من از این ماه 10 دلار به شما میدهم که، شما نمیگویید که من 10 دلار به شما میدهم که من که در اینجا با شما صحبت میکنم مالک این 10 دلار باشم. این 10 دلار چون امانی است، شما تعیین میکنید که این 10 دلار به کجا باید بره. ما در ماه رمضان و اینها که میزان کمک های شما خیلی بیشتر بود، میدیدم که کنار این چک هایی که میفرستن یک یادداشتی هم میگذاشتن که 25 دلار این رو برای خوراک رمضان به افغانستان بفرستید، 15 دلار این رو به ایران بفرستید، 30 دلار این رو برای اجاره استودیو استفاده کنید. یعنی یک در واقع چارتری، یک اساسنامه‌ای، یک دستورنامه‌ای می نوشتن همراه 50 دلار، 100 دلار، 200 دلار، هر چقدر که بود چک ها، که این رو به صورت امانت چون به ما میدادن، دستور هم میدادن که اینو به تو دستور میدیم که اینو اینطور خرج کنی. به تو نمیدیم که هر کاری دلت خواست بکنی، یا به تو نمیدیم که برای خودت مصرف بکنی. قرآن هم در شکل بزرگتر چنین حالی داره، خدا هم چنین حالی داره. مثل شما که 10 دلار میدهید، شما خدای این 10 دلار هستید. در مثال عرض میکنم، خدا هم این کائناتی رو که خلق کرده، همه این کائنات رو، اون کائناتی که در هر ثانیه 300,000 کیلومتر بزرگتر و بزرگتر میشه، اون یونیورس رو به امانت به ما داده و با این امانت یک قانونی هم فرستاده که این امانت من خدا که به شما دادم طبق این چارتر، طبق این قانون باید که مورد عمل قرار بگیره. و این کانسپت و این موضوع پایه و اساس تشکیل و تشکل چیزی به نام دین هست. یعنی اساس و پایه دین از آدم تا خاتم، از خاتم تا قیامت، بر همین عهد و قرار است که بوده و خواهد بود. یعنی دین معین می کند که رابطه انسان با امانتی که در اختیار اوست چگونه باید باشد. بر این اساس است که اون وقت قرآن شروع می کند به پایه‌گذاری دستورات دیگر، که کار شما باید در امانت داری به نحوی باشد که به عدالت برسد، به عمل صالح برسد، به انفاق برسد، به برابری برسد، به برادری و اخوت و مودت برسد، از پریشانی مردم جمع بشن، به اجتماع برسن، در اجتماع ضابطه باشد، ضابطه‌ای که بر مبنای اخلاق و عدالت است، به مردم امنیت بدهید، برای مردم آزادی بیان و آزادی عمل قائل بشوید، به مردم حق بدهید که آزادی عقیده داشته باشند، به مردم حق بدهید که آنچرا که میخواهند فکر بکنند بگویند، هیچ کس را در اسارت نگاه ندارید، مالک هیچ آدم دیگری نشوید، و آنچرا که در اختیار خود میبینید به عنوان امانت تلقی کنید، و بدانید که باید زکات بدهید، یعنی ناخالص است این چیزی که در اختیار شماست. یعنی بدانید امت، بدانید ناس، بدانید ملت، بدانید جمعیت، بدانید مردم، روی این دارایی شما، روی چیزی که ثروت شماست، مال شماست و کسب کردید حقی دارند، حق اونها رو بپردازید، نگذارید که مال غیر در مال شما داخل باشد و باقی بماند، زکات بدهید. و اگر همه این کارها رو کردید و هنوز دیدید که جامعه در توازن قرار ندارد،
انفاق در حد کمال انجام دادید، احسان در حد کمال انجام دادید، صدق دادید، هر کاری که قرآن گفته کردید، باز هم میبینید که جامعه توازن نداره. اون وقت دستور میده به شما طبق همون قانون امانی که این مرتبه قرض بدید. میگه به کی قرض بدم؟ اصلا اعتباری نداره. این تا دیروز من هر چه داشتم، روزی 100 دلار دادم به این خانواده، همش رو هم خرج میکنن، 110 دلار لازم دارن، 10 دلار کم دارن، من اصلا چه میتونم از اینها چه تضمینی بگیرم؟ خدا میگوید که اگر اینها تضمین ندارند به تو بدهن، من خدا، من که امانت گذار هستم، من که همه این کائنات رو مالک هستم، من این کائنات رو در گروی تو میگذارم، 10 دلار دیگه هم به این بده. به این کانسپت به زبان ساده در قرآن میگویند قرض الحسنه، یعنی قرضی که در او زیبایی، دانایی و نیکویی و کارسازی است. و خدا میگه چندین برابر اینو من بهت پس میدم، یه به من اعتماد بکن دیگه، من که امانت گذارم، همه این کائنات مال من بوده، در اختیار تو گذاشتم، به امانت به تو واگذار کردم، 100 دلار بده به این شخص، درسته که ظاهرا نداره، من میدم. ما اگر تضمین خدا را قبول داریم اون کارها رو میکنیم. غرضم این است که موضوع مالکیت اگر پذیرفته بشود برای مخلوق، مانع همه این حرکت ها میشه. یعنی این اصل تکامل بشر از طریق عدالت و امنیت و آزادی و عمل صالح که بشر میتواند که در زندگی اجتماعی به استقلال برسد، به استغنا برسد، همبسته بشود، متحد بشود، مؤتلف بشود، متعالی بشود و نهایتاً به جامعه‌ای برسد که در اون جامعه صلح، صلح خیلی مسئله بزرگی است، به صلح برسد و در صلح زندگی بکند، اون وقت این پایگاه قرآنی که معین می‌کند برای ما، یعنی جامعه‌ای که این مراحلی که عرض کردم بر اساس قانون امانت طی کرده، به سکوی صلح رسیده. صلح یک افقی است که یک سوی آن دنیای ماده و یک سوی آن دنیای معناست. یعنی وقتی جامعه به صلح میرسه، سطح جامعه داره دست خدا رو لمس میکنه. یعنی اگر این رو یک سطح افقی در نظر بگیریم، منظورم از افقی این است که خط افقی رو عرض نمی کنم، یک سطحی تبدیل به افق شده که یک سوی این سطح مماس با خداست و یک سوی این سطح مماس با نوع بشر هست. این جایی است که قرآن نشانه گرفته و از تعالیم قرآنی این قصد مطرح است. نه اینکه خدا گفته باشد که من مالک هستم برای اینکه تو مالک نباشی. من مالک هستم برای اینکه من میخواهم به تو قدرت نمایی کنم، خود نمایی کنم. بالاخره خدا هستم، میخواهم پوز بدهم که من خدا هستم. میبینیم که هدف قرآن در آموزش این است که موانع عدالت و موانع تعالی بشر رو از سر راه بشر بر میداره. موضوع مالکیت که به شکل حاکمیت در میاد، یعنی اینکه شما میبینید که در دنیا حاکمیت سیاسی وجود داره که نباید داشته باشه، مدیریت سیاسی باید وجود داشته باشه، خلافت مردم باید وجود داشته باشه، اصل توکیل و نمایندگی باید وجود داشته باشه، حکومت نباید وجود داشته باشه، حاکمیت بر مبنای مالکیته. یعنی هنوز هم افرادی که مالک هستند حاکم میشن. شما در همین آمریکا نگاه بکنید که اکثریت قریب به اتفاق کسانی که حتی در این دموکراسی به خلافت یا به حکومت میرسند، کسانی هستند که یا خودشون ثروتمند هستند و مالکین بزرگ هستند. موضوع فقط این نیست که یک باغ در کجا داشته باشن و یک اتومبیل 8 سیلندر داشته باشن، سرمایه‌دار هستند. یعنی حکومت در دنیا حکومت سرمایه است. چرا؟ برای اینکه سرمایه داره مالکه.
و مالک سرمایه به لحاظ داشتن سرمایه، سرمایه یعنی خون مردم، به لحاظ داشتن سرمایه بر مردم حاکمیت میکنه. حاکمیت از نوع مالکیت. حاکمیت و مالکیت با هم برادر هستند و به زبان مدرن فئودالیته میگویند به فیودالیتی. در این روش مالکیت باعث فسق و باعث فساد میشه. و به این لحاظ پرسیده بودید که چرا قرآن مخالفت میکنه با مالکیت؟ به خاطر اینکه اگر پای مالکیت وسط بیاید، تمام امکانات عدالت از میان برداشته میشود. سوال دیگری مطرح کرده بودند که توضیح مختصری هم در اون مورد دادیم، موضوع تحریب و موضوع تولا بود که در قرآن به پیامبر گفته است که تولا داشته باش از دشمنان و بدگویان و کسانی که استحقاق معاشرت و نزدیکی ندارند، یعنی منظور این بود است که با اونها بجنگ، یا موضوع این که چیز دیگری است که دو سه شب قبل هم توضیح دادم که موضوع تحری و موضوع تولا به مفهوم آزاد ساختن حقیقت از زندان جهل و ظلم و ستم هست و تولا دوری جستن و عدم مشارکت در ظلم و مباشرت کردن و مشارکت کردن و معاونت کردن و تشویق کردن و ترغیب کردن. اینها همه کارهایی است که ما در مورد ظلم و فساد انجام میدیم و تولا یعنی دوری از بدی، هم در ذهن و در هم عمل و هم در قوه. و اگر ما دقت بکنیم به این کانسپت موضوع و به این در واقع مفهوم بسیار عمیق و سازنده که بسیاری از مفاسد دنیا در اثر اجتماع و در اثر اتحاد مفاسد غیر قابل تحمل و غیر قابل جبران و غیر قابل اصلاح میشه، اگر مردم اصل تولا رو بپذیرند. تولا فقط مال رسول اکرم نبوده، تولا مال من و شما هم هست. اگر یک کسی به کسی میگوید که امشب بیا ما دو نفری بریم اینجا دزدی بکنیم، من یه نفری دستم نمیرسه، میخوام از این دیوار بالا برم، یک کسی باید قلاب بگیره دستش رو اینطور بکنه، من پام رو بذارم رو دست اون از این دیوار بالا برم. اگر ما مباشرت بکنیم و مشارکت بکنیم و معاونت بکنیم، ما دو نفر یک نوع سرقتی رو انجام میدیم که یک نفری اون سرقت انجام نمیشده. یعنی این شخص از این دیوار نمیتوانسته بالا بره، باید من باشم، دستم رو اینطور بگیرم به عنوان پله، او پاش رو بذاره روی دست من، از دیوار بالا بره، بره اون طرف مثلا 100 دلار پول رو سرقت بکنه، بیاد از این طرف نصفش رو به من بده، نصفش رو خودش برداره. کارهای دیگری که در جامعه میشه در ابعاد وسیع‌تر. قرآن میگوید که کسانی که دعوت میشن یا به اونها گفته میشود که ایمان بیاورید و این افراد ایمان نمی آورند و به دروغ می گویند که ما ایمان آوردیم و افرادی هستند که به قول قرآن و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، وقتی به اونها گفته می شود که ایمان بیاورید مثل دیگر مردمان که ایمان دار شدند، قالو انؤمنو کما آمن السفها، میگن که ما آیا انتظار دارید از ما که ما ایمان بیاوریم مثل کسانی که احمق هستن، سفیه هستن، نادان هستن. و بعد الا انهم هم السفها، بدانید مردم، آگاه باشید که اینها خودشون سفیه و نادان هستن، ولیکن لا یعلمون، حتی علم به سفاهت خودشون هم ندارن. حالا میگوید که این افراد، صحبت تولا و صحبت مشارکت است که شما تقرب حاصل میکنید یا تولا حاصل میکنید. ما دو واژه رو در اینجا در کنار هم در مقابل هم قرار میدیم،
یکی موضوع تقرب به یک امر، یکی موضوع تولای از یک امر، نزدیک شدن به یک کار و دور شدن از همون کار چه نتایجی میتواند داشته باشد. اگر شما یک جنایتکار رو تنها بگذارید، لااقل اگه دستگیرش هم نمی کنید، خلع سلاحش کنید از نقطه نظر امکانات و نگذارید که فسادی که در اون هست ریشه دار بشه و در واقع ترویج کنید او رو، تهییج کنید او رو. حتی گاهی از اوقات میبینید که تقدیس میکنیم ما فساد رو. وقتی که ما در مقابل یک ظالمی خم میشیم، وقتی یک مشرکی رو که شرک به قرآن داره و جای خدا نشسته به عنوان شریک خدا میپذیریم، پای او رو میبوسیم، دست او رو میبوسیم، مهملاتی رو که به نام قرآن و دین اسلام میگوید میپذیریم، ما در واقع نوعی تقرب با شیطان پیدا کردیم و در خلوت ذهنیت خودمون به شیطان نزدیک شدیم. تولا یعنی دوری از شیطان، یعنی فاصله گرفتن از زشتی ها و بدی ها و تنها گذاشتن بدکاران است و در واقع عدم مساعدت و کمک رسانی و اتحاد قوا برای رسیدن و برای تسهیل انجام گناهالود باشه. میبینیم که وقتی که یک شیطان حرکت میکنه زور کمتری داره، ولی وقتی چند شیطان با هم جمع میشن و به هم قوه و قدرت میدن، تا جایی میرسه که این شیطانهایی که در خارج هر کدامشان به تنهایی نقاب انسانیت به صورت میزنند، نقاب رحمان به صورت میکشند و شیطان هستند و دروغ میگویند و میگویند ایمان آوردیم، همین آدم ها و اذا لقوا الذین آمنوا، و چون اینها گفته میشوند که مورد گفتن قرار میگیرند یا با آنها گفته میشود که ایمان بیاورید، خوب توجه کنید، به شیطان گفته می شود که ایمان بیاور، مؤمن شو، دارای ایمان شو. شیطان لباس ایمانی بر تن دارد و شناخته نمی شود و ما به او تقرب پیدا می کنیم به جای اینکه تولا پیدا بکنیم. به او نزدیک می شویم و به او می گوییم ایمان بیاور. او هم به ما میگوید که من ایمان آوردم. اما همین شیطان وقتی با شیطانهای دیگری که هر شیطانی در یک جای همین مزخرفات و دروغها رو گفته، این شیطانها وقتی متحد میشن با هم، صحبت اتحاد بود، این شیطانها وقتی با هم متحد میشن یک نیرویی به وجود میارن که اون نیرو در اثر تقرب و نزدیکی و اتحاد بدیها تشکیل یک انرژی بسیار مهیبی رو از زشتی ها و بدی ها ایجاد میکنه که در مقابل نیکویی قرار میگیره و نیکویی ها مقهور اون زشتی ها میشن. و این به این خاطر است که قرآن در همین بیان متشابهات میگوید که و اذا لقوا الذین آمنوا، وقتی به اونها گفته میشود که ایمان بیاورید، قالوا آمنا، میگن ما ایمان آوردیم. و ازا خلا و الى شیاطین هم، و چون با شیاطین دیگر خود خلوت می کنند، به جایی می رسند که همین کسانی که خارج این در هر کدامشان مرجع یک دینی بودند، مرجع یک مردمی بودند و در واقع مردم بعضی از اونها رو به جای خدا می پرستیدند و اونها رو در مقام الوهیت قرار می دادند و انسان کامل تلقی می کردند و دنباله اونها می رفتند به جای اینکه دنبال خدا برود، اینها وقتی این مردم ابله رو می بینند، وقتی این مردم مشرک پرست رو می بینند، وقتی این مردم زود باور نادان جاهل رو می بینند، بریش اینها می خندند
آخر وقتی کسی در مملکتی در قرن 21 یک ساختمان چوبی رو به شکل امامزاده در میاره، حالا راجع به خود امامزاده هم زیاد صحبت هست، به شکل امامزاده در میاره و در کوچه و خیابان به گردش در میاره و مردم رو مجبور میکنه که در مقابل این ساختمانی که روی لاستیک و روی آهن در حرکت هست و موتور در داخل اوست و بنزین در این ماشین ریختن و حرکت میکنه، یک وسیله نقلیه رو که رنگ‌آمیزی کردن به شکل حرم فلان امام یا امامزاده، وقتی که مردم این مملکت این حرم رو میبوسند، این اتومبیل سیار رو میبوسند، اگر این شرک نیست چه چیزی است؟ و کسانی که اینقدر شعور دارند که این اتومبیل ها رو بسازند احمق نیستن اونها. احمق کسانی بودند که قبلا قرآن از اونها به نام سفیه اسم می برد. شیطان سفیه نیست، شیطان فاسق است، سفیه نیست. اون فاسقینی که این دستگاه ها رو می سازند و عقل و خرد مردم رو مورد دزدی و سرقت قرار می دهند و شرک رو به جای توحید پشت نیروی سرنیزه به مردم تحمیق و تحمیل می کنند، اونها فاسق هستند، اونها شیطان هستند. اینها وقتی از این جلسات بیرون میرن، بالاخره برای سان و رژه و اینها میآیند، این اتومبیل ها هم رد می شود، مردم هم دخیل می بندند و بالاتر از دخیل تانک اون ماشین یا اون امامزاده رو پر از پول می کنند و هدف انجام می شود. این افرادی که این مقدار شعور شیطانی دارند که این طرح‌های عجیب غریب رو ایجاد می‌کنند، هم به قدرت می‌رسند، خودشون به قدرت بیشتر می‌رسند، مردم به حماقت بیشتری می‌رسند، درست در مقابل هم حرکت می‌کنند. خب وقتی که اینها از این ماجراها خلاص می‌شن، مخترعین این کارها، اینها که شیطان نیستند چی هستند باز؟ اینها وقتی جمع می‌شن دور هم، درها رو می‌بندند و این مشاوره بین اونها می‌گذرد که قرآن می‌گوید. کسانی که می‌گویند این قرآن مال زمان عرب‌های پابرهنه بوده، امروز قرن 21 ما قرآن نمی‌خوایم که، ما چیزهای دیگری می‌خوایم، ما از این نوع حکومت‌ها می‌خوایم در قرن 21 که برای ما بت‌های سیار درست بکنند که با بنزین سوپر کار می‌کنند. این بت‌ها خوب است، اون بت‌های سنگی قدیم که با عربستان می‌گذاشتن، نه خاصیتی داشتن نه هیچی، این بت‌ها از یه ایسکا به یه ایسکایی که حرکت می‌کند چند میلیون تومان یا دلار یا هر پولی دیگری هست توی این پر از اسکناس و پول و امکانات می‌شود. این بت بهتر است یا اون بت سنگی که کنار خانه کعبه می‌گذاشتن و اکثر اوقات هم برای اینکه سرقت نشه تو جیبشون میگذاشتن؟ بت وقتی میگیم منظور بت‌های بزرگ نیست، بت‌های کوچک هم داشتن، خیلی هر کسی یه بتی برای خودش داشته. اینها وقتی که گرد هم جمع میشن، بالاخره این اتومبیل رو یک نفر نساخته که، فکر اتومبیل سازی هم مال یک نفر نبود، یه گروهی هستن که این کاروان این امامزاده های سیار رو درست میکنن. اون وقت اینها در خلوت جمع، من مخالفتی نه با امام دارم، نه با امامزاده دارم، نه با امامزاده سیار، یک وقت منو محکوم به چیزی نکنید، من همه اینها را قبول دارم، خیلی هم خوب هستند. من دارم تعریف میکنم که چه اتفاقی میفته. بحث من بحث خوبی و بدی نیست. اینها وقتی که با هم جمع میشن، مخترعین این کار، کسانی که بیرون در به مردم میگویند ما خودمون هم جزء زائرین همین اتومبیل ها هستیم، ما هم مثل شما اینها رو زیارت میکنیم، ما هم از اینها حاجت میخوایم، ما هم برای اینها گریه میکنیم، چه میکنیم؟ همه کارهایی که شما میکنید عین کارهای شما رو ما هم انجام میدیم. و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، مردم به اینها میگن شما مسلمان، میگن ما مسلمان هستیم، از شما مسلمان تر هستیم، اصلا ما صاحب ایمان کامل هستیم. و همه اینها به این اتومبیل های سیار ایمان میارن و تعظیم میکنن و زمین رو میبوسن، خاک اینجا رو میبوسن، همین کارها.
و ازا خلا و الا شیاطینهم، و چون با شیطانهای خودشون خلوت میکنند، قالو انما معکم، میگویند که ما همه با هم هستیم، ما با شما هستیم و اینا، ما متحد هستیم. به اتحاد اقرار میکنند و اعلام اتحاد میکنند که ما در یک هدف واحد و مشترک با هم واحد با هم متحد هستیم. انا معکم انما نحن مستهزئون، ما تنها بیرون از اینجا کارهایی که می کردیم ایمانداری نبود، حمایت از ایمان اینها نبود، باور واقعی ما هم نبود. این نحوه استهزا کردن و ریشخند کردن و دست انداختن و به بازی گرفتن و تحمیق کردن مردم بود به پرستش شیطان و به دور کردن اینها از قرآن. یک بار دیگر از فرد فرد شما عزیزان می خواهیم که به هر ترتیبی که برای شما امکان داره این برنامه ها رو حمایت کنید، در هر حدی هم که باشه پذیرفتنی است، و مساعدت کنید که این حرکت به همین شکلی که هست پیش بره. و با وجودی که من معمولم نیست که با این صراحت با ظالم و فاسق مقابله کنم، اما به خاطر اینکه اون کسانی که میترسند از این تلویزیون و میترسند از من و میترسند از اینکه اگر کردیت کارت دادن فردا اسمشون در فلانجا در بیاد، این اطمینان رو ندارند به ما، یا فکر میکنند که وحشت دارن یا ندارن یا هر چه هستن، خواستم وحشتشون بیشتر بشه. و تنها کسانی کمک کنند که متکی به خدا هستند، نه متکی به این امامزاده های سیار، کسانی که از خدا قدرت بگیرند نه از بنده های خدا، کسانی که از خدا و به خدا خضوع و خشوع داشته باشند، کسانی که واقعا وقتی نماز میخوانند و میگویند ایاک نعبد و ایاک نستعین واقعا استعانت را از خدا بخواهند نه از بنده خدا، اون آدم ها بهتر و بهتر بدانند که ما چه میکنیم. و کسانی که تردید دارند یا مشکوک هستند که کمک کنند و نکنند، نکنند. و کسانی کمک کنند که فقط متکی به خدا هستند. عشق از اول سرکش و خونی بود، تا گریزد هر چه بیرونی بود. تا نشستی دیگر فرد فرد شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. من اینجا تا رمق باقی است می مانم. خدا نگهدار.